من آدم خوبی نیستم. این الان از کجا در اومد؟ من لیاقت متا رو ندارم. موضوع رضاست؟ من آدم رو راستی نیستم و متا بیشتر از همه چیز به رو راستی و صداقت اهمیت میده. هنوزم دیر نشده شیما، بهش بگو متا اینو درک میکنه. نه دیگه دیره، از اولش هم دیر بود. من با این که رابطم و با متا شروع کرده بودم، رضا رو هم میدیدم و هر دوتاشون هم از اون یکی خبر نداشتن و الان اگه اینو بخوام به متا بگم، اون میره با رضا حرف میزنه و اونا با هم دوست نزدیک هستن. رضا همه چیزو براش تعریف میکنه، اون موقع من بدبخت میشم. اما باید بری حرف بزنی، آخه تا کی میتونه اینطوری ادامه پیدا کنه؟ متا باید اینو بدونه شیما. تو چرا اینقدر دلت میخواد من بهش بگم؟ الان تو منظورت چی؟ نمیدونم، اونو خودت بگو. دارم میگم متا رو میشناسم و میدونم تو رو میبخشه. من دیگه چطور میتونم بهت کمک کنم شیما؟ معذرت میخوام عزیزم، خیلی معذرت میخوام. من احساس میکنم تحت فشارم، انگار یکی منو تحت فشار گذاشته. میفهمی چی میگم؟ از یه طرف آیاز به من فشار میاره، از یه طرف وقتی متا رو میبینم عذاب وجدان میگیرم، دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. نمیخوام متا رو از دست بدم. میفهمی چی میگم؟ میفهمم، اما باید یه راهی برای این پیدا کنی. باید بری حرف بزنی. باور کن از اینه که هست بهتر میشه، پس برو بگو خلاص شو. مطمئن باش اونقدر که فکر میکنی بد نمیشه. تو چقدر دوست خوبی هستی اویکو. من هیچ وقت نمیتونم اندازه تو خوب باشم و تو با این که اینو میدونی الان کنارمی. اویکویی که همه یه کارا رو درست انجام بده، بهترینه، بهترین هست. آدم درستیه، صداقت داره و اشتباه نمی کنه. نه آلوده میشه، نه آلوده میکنه. میدونی بعضی وقت شیفته یه تو میشم؟ اما سریع حسم از بین میره. شوخی کردم دختر، زود باش بیا بریم پایین. خب حاضری؟ با صدای سود با هم دیگه. اوت بود. باشه بچه، همینقدر کافیه. گوش کنید، یه کفش خوب میگیرید و بعدش هم به تغذیتون دقت میکنید، باشه؟ فردا تو همین ساعت میبینمتون. حالا میتونید برید. ممنونم بابت این رو. آبجی فردا بازم بیا. باشه جونم، میام. باشه، تو نگران نباش. این بچه رو نگاه کن، بالاخره برادر شیماست دیگه، بهتر از اینم نمیشه که. نچس چندیش. اوف، امروز خیلی گل خوردی. خوردم مگه نه؟ گل خوردم. خب تو هم کم بی‌حساب نیستی، بچه‌ها رو فهمیدم. خب پس تو چت بودین وسط؟ ولی خیلی خوب شد، منم شارژ شدم. نه بابا، تازه میگه شارژم شده. نگاش کن، میگم من معذرت میخوام، یعنی به خاطر اتفاقاتی که تو کتابخونه افتاد. مگه اونجا چی شد؟ چه میدونم، اونجوری به پسرا نگاه کردیم و اینا. نه مشکلی نیست، هر چقدر که بخوای میتونی پسرای عزله‌دار رو نگاه کنی، مشکلی نیست. آره من امروز اون پسرا رو نگاه کردم،
ولی میدونی در اصلش کدومش رو ندیدم. آخه چشم من به غیر تو کس دیگر رو نمیبینه امره. کجا موند؟ کاملا معلومی، بهت گفته باشم اصلا لازم نیست خودتو قایم کنی. ببخشید، معذرت میخوام، بیادبی کردم. احمد سلام، با فیگن آشنات کنم، احمد ازوله فیگن. دوستت همونطور که گفته بودی ازوله ایه ها. یه کم دیگه میاد، هم خودش هم ازوله هاش. الان هم میشه از اینجا فاصله بگیرید؟ لطفا زود باش. خوش اومدی، چی میل داری؟ بیا ما اینجا بشینیم، دوستامونم اینجا نشستن، دوستانه با هم میشینیم. البته، بفرمایید. یکی دیگه هم میاد. خیلی ببخشید خانم، چون خیلی وقت اینجا نشستید، من فکر کردم تنهایی. این چه حرفیه؟ اونجا احمد نشسته، مگه نمیبینی؟ یه لحظه بابا، این دختره مگه هفته پیش با یکی دیگه نبود؟ الان سری یه نفر جدید پیدا کرده. اما میدونی به نظر من از اونم جدا میشه. آره چون به نظر من اصلا به هم دیگه نمیاد. مردم یکم ذهنش به هم ریخته است، چون دختر حساب خورد کن و خیلی نچسبه. آره. ولی خوب این داستان یکم برای من آشنا است. چقدر خوب با هم کنار میان، واقعا چشم پر از عشق شد. این اواخر این یکمی جوگیر شده بابا، ولی خب به هر حال به یک سری جوگیر نشدم، فقط حالم خوبه. همین الهی خدا حالتو خراب نکنه. آمین جونم، شبتون بخیر. شیما عزیزم خوش اومدی. ممنونم، اینم سورپرایز امشب. خوش اومدی شیما. خیلی ممنون، ببخشی جمع خانوادگیتونو به هم زدم. این چه حرفیه جونم، تو خوبی؟ باید در مورد یه چیزی با حرف بزنم. باشه، بیا بریم تو باغچه صحبت کنیم. با اجازتون. باشه. ای بابا، آخه این وقت شب چه وقت اومدنی؟ ریختشو ببین واقعا که برجو. باشه بابا، بگذاریم من برم یکم کتاب بخونم. اینا هنوز نرفتن سر قرار؟ الو؟ جنگ؟ یعنی چی؟ چطور نمیتونی بری؟ آی دقیقا وقت پیدا کرد برای عکاسی. اوف، الان چی کار کنیم؟ آی کو دو ساعت اونجا منتظری، دختر زیر پاش علف سبز شده. ها چطور پیدا کردی؟ خب چجور آدمیه؟ مثل خودت عضله مزاله داره؟ آره؟ باشه باشه، پس بهش بگو سری باشه و عجله کنه. باشه باشه باشه، تا الان قطع کن، من به اویکو خبر بدم. باشه باشه جونه، بای. خب جاممون رو به سلامتی احمد و اویکو بلند میکنه، واقعا یه زوج فوق‌العاده است. تو برگرد جلو تو نگاه کن.
جوی پسر کجا موند؟ آکو جون براش یه کار پیش اومده. چی؟ نمیتونه بیاد، اما آروم باش، یکی و جای خودش پیدا کرده و اونم یکم دیگه میاد پیش، نگران نباش. باشه عزیزم. یکی دیگه چطوریه؟ تیپش چجوریه؟ درست حسابی هست؟ آره درست حسابیه، مثل خودش هم عزله داره. به خاطر همینم تو همونجا بمون، یکم دیگه اون میاد پیشت. باشه؟ اوف برجو، من اینجا هستم. منو ببین، مشکلی که پیش نمیاد. پیش آیاس اونجاست؟ اینجاست، کنارشم یه چیز نچسب نشسته. برجو نخند، نخند، اون گوشی رو قطع کن. باشه باشه، دارم قطع میکنم. بله، چه کارم داشتی؟ بیا عزیزم. شاید خیلی اشتباه کنم، ولی سعی میکنم همش رو جبران کنم. برای اینکه مثل تو شیرین بشه، با شکر فرامون درست کردم، اونم با دستای خودم. ایلکر، بفرما ملکه من. حداقل غذا بخور، اگه گشنگه میمیری. ساکت شو، دیگه چرا انقدر حرف میزنی؟ اویکو؟ خدای من، تو رو خدا، این نباشه، لطفاً. اویکو! این همون احمد از اولاست که میگفتی؟ اویکو! اینجا داشتم دنبال تو میگشتم. چطوری؟ خوبی؟ خوبم احمد جون، تو چطوری؟ من احمد نیستم، محمودم. جن خیلی ازت تعریف میکرد. دستش درد نکن، منم طاقت نیاوردم و پاشدم اومدم. سراش بس، اینو روشن کن، مسابقه داره. زود باش داداشم، زود باش دیگه، الان شروع میشه. خب اویکو، من مسابقه رو ول کردم و به خاطر تو اومدم. قدرمو بدون، فهمیدی؟ واقعا میگم، قدرمو بدون. غذا بخوری؟ لامجو میخوری؟ بودو پسر دیگه، بزن اون شوتو دیگه. آفرین، برو پسر، زود باش، بزن دیگه. آخه چرا فرار میکنی؟ بجم دیگه، زود باش. شما هم یکم هیجان داشته باشین دیگه. من نمیدونستم که اون متعلمته، تا فهمیدم من فوراً ازش جدا شدم و قسم میخورم الان مدت از به خاطرش خواب به چشم نیومده. اون بود تو یابا به زنگ میزد؟ آره. اما تو به من گفته بودی رئیسمه. من ترسیدم مت، از این که بخوام تو رو از دست بدم ترسیدم. اگه میذارم دک و دهن یارو رو خورد میکردم چی میشد؟ اون موقع چی میشد چیما؟ اون موقع چی میشد؟ برای اینکه بهت دروغ گفتم خیلی ازت معذرت میخوام، من آدم بدی نیستم مت. خب تو چجور آدمی هستی شیما ها؟ تو کی هستی؟ یکم از خودت بگو دیگه. من دارم سعی میکنم آدم خوبی باشم. هر کی منو بشناسه از من متنفر میشه، چراشو نمیدونم. وقتی چیزی رو میخوام چشام دیگه کور میشه، فکر کنم اینو توی من میبینن. آره آره باشه، من به دروغ گفتم، اما چون خیلی دوست داشتم این کارو انجام دادم. مته، از اینکه از دستت بدم ترسیدم، چشم دیگه چیزی رو ندید. اگه به خاطر این مقصرم، قبول میکنم که مقصرم. بیا باشه، تمام باشه. باشه.
بی اینجا بشه بشه. باشه، نمیدونستی اون متأهله. اوکی، خب اگه میدونستی که متأهله بازم این کارو میکردی؟ نه، معلومه که این کارو نمیکردم. باشه دیگه، گذشت، خودتو ناراحت نکن. این یه آدم بی شرف بوده، چون ازت قایم کرده. ببین، من دیگه این موضوع رو باز نمی کنم. باشه، اینکه کی بود و چی بودم نمیپرسم. خیالت میتونه راحت باشه. در ضمن حتی اگه دیرم شده باشه به خاطر اینکه با من رو راست بودی، ازت ممنونم. ممنونم. دیگه برم، همین جوریشم بعد موقع اومدم. وایسا باشه، این چه حرفی؟ ببین شیما، رابطه من و تو دوباره امشب از اول شروع شده. باشه، منم باید بد رفتار کردم، ولی دیگه از صفر شروع میکنی. قبوله؟ قبوله. پسر من، اگه تو دروازه باشم از تو بهترم به خدا. زود باش دیگه، را بیو، برو پاس بده. آفرین، برو، آفرین. دیدی؟ همین جوری ادامه بده. آخ، دیدی چه جوری در رفت؟ نمیتونم ببینم محمود جون، چون پشتم بهشه. پسر یه چیزی بخور دیگه. الان تمرکز ندارم، نمیتونم بخورم. کوفت بخور جانا. ایشالله تیمتون ملی گل بزنه. ایشالله عزیزم، ایشالله عزیزم. از وقتی اومدیم چشتو از میز بغلی بر نداشتی، میشه یکم به من توجه کنی؟ آره راست میگی فیگن جون، کاملا حق با توه. آها، خودشه، همینه. الان میتونم بخورم. خب چی میگفتی؟ چیزی نمیگفتی محمود جون، تو داشتی مسابقه میدیدی. البته 15 دقیقه وقت اضافه است، به تفاهم رسیدیم که رسیدیم. اگه نه از اینجا رامو میکشم و میرم. چقدر خوب میشد. بذار یکم از خودم برات بگم. اسمم محموده. از قدیم بهم میگفتن محمود فوتبالی، چون کار و زندگی و عشق و همه چیزم فنرباغچه است. از الان بهت گفته باشم ها. اویکو، تو اولویت دوممی. از خودت واسم بگو. اویکو، همین، ساده. لقبی هم ندارم. درست داره. شیطان نازدار. کی اینو گفته؟ من الان گفتم. یعنی به نظرم از شیطان شیرین که صبح گفتم بهتره. سلام علیکم برادر، تو کی هستی؟ من آیازم. آیاز عوضی، من الان این اسمو گذاشتم روش، خوبه نه؟ انگار بهش میاد. آیاز عوضی، خوشم اومد. ای خدای بزرگ، شما؟ فیگن، فیگن خوشگله. ببین الان دوتا جفت خیلی خوب شدیم، فیگن خوشگله با آیاز عوضی، اویکوی شیطان و محمود فوتبالی دو آتیشه. خیلی خوبه، من ازت خوشم اومد. آره منم از تو خیلی خوشم اومد. تو اویکوی زوج خیلی خوب میشین. والا آیاز جون، هنوز نتونستیم تصمیم بگیریم. مطمئن نیستم. من اونقدر مطمئنم محمود جون. اویکو جون، فقط 13 دقیقه از وقتمون مونده، پس بهتره دستای همدیگه رو بگیریم. دیگه چی؟ چی میشه مگه جونم؟ اوه یواش. والا حق داشتی آیاز جون، دقیقا یه شیطان ناز داره. واقعا به خاطر این غذای فوق‌العاده ازت ممنونم. اینقدر بهش احتیاج داشتم که نگو. اما انگار یه چیزیمون کمه، نیست؟ خب چیه که کمه عزیزم؟ صبح این همه سعی کردم بهت بفهمونم ایلکر، هنوز مغزت به کار نیفتاده؟ آها نه نه، در مورد اون جمله فکر کردم. چی بود؟ چی بود؟ آها، ما زندگیمون احتیاج به هیجان داره، مثل بچه. آره دقیقا همینه. الان کلمه ها رو از هم جدا کن و پیدا کن ببین من چی میخوام عزیزم. باشه باشه، ما زندگیمون احتیاج به هیجان داره. خب نداره، جمله تموم شد دیگه. نه تموم نشد ایلکه جون، آخرش یه چیزی دیگه هم داشت. آها، علامت سوال. قبل از علامت سوال داره؟ نه بعد از اون.
علامت سوال. وای دارم دیوونه میشم ایلکر. آه تو یه بار دیگه جمله رو سریع بگو. ما زندگیمون احتیاج به هیجان داره بچه. آها بچه. آره بچه. ایلکر من دیگه میخوام مادر بشم. این همه سعی کردم یواش یواش بهت بگم ایلکر. ایلکر آه اینجوری خیلی بهتر شد. اونجوری سرت نمیذاش فوتبالو ببینم. تا فوتبال شروع میشه همینجا میشینی. اما داره بی انصافی میکنی محمود جون. باشه قبول سر شکم بزرگه ولی اونقدران بزرگ نیست. فیلیز جون از قضا خوشت اومد؟ فیلیز کیه؟ من فیگنم. ببخشید اوی کوی داداش داره. من تازه یاد گرفتم که اسمش چیه. الان معلوم شد که مغزش کار نمیکنه. چقدر قشنگ میخندی تو دختر. بخند آیاس دیگه به هیچ وجه به من زنگ نزن. فهمیدی؟ فیدان کجا میری؟ چی؟ فیدان؟ وای ببین فیگن چه کارش کرد. اونم واسه خودش کسی بودا. آخ دلم خنک شد. پیرانم داغون شد. خب رفتنی میریم خونه تو یا خونه من؟ میگم من میتونم یه توالت برم؟ دستشویی. آره پاشو برو خدا قوت. ایشالله ببازید. چی گفتی؟ سری حرفتو پس بگیر. شنیدین چی به من گفت؟ سری حرفتو پس بگیر. گفت خدا کنه ببازی. بخند. آره بخند. محمود فوتبالی قاطی کرده. باید سریعا به من کمک کنی. پس کارت گیر من افتاد. آیاز تو رو خدا بعدن جشن پیروزی تو میگیری. بذار اول از دست این خلاص بشم. پس باید بگی قهرمانم بیا و من رو نجات بده. عمرن همچین چیزی نمیگم. پس اویکو جون برات آرزوی خوشبختی میکنم. بی نهایت اون لقب برازندته میدونی دیگه؟ تو هم همینطور. قهرمانم شو لطفا نجاتم بده. چی؟ این چه زبونی بود؟ این الان چه زبونی بود تو گفتی؟ مطمئنم که من نفهمیدم. قهرمانم شو لطفا منو نجات بده. اوی کجون این زیاد از ته دل نبود. حتی خودت هم میدونی قبلا با هم تمرین کرده بودیم. گفته بودم به هم بگی دوستت دارم. لطفا بیا منو نجات بده. آخه این چه جور صدای جیغیه؟ فوش میدادی بهتر بود. خیلی باید تمرین کنی اوی کجون. خیلی. بگذاریم قهرمانت اومده. را بیا فرید. تو همونجا بمون. بای عوضی چه خبره؟ باید با هم حرف بزنیم. حرف بزنیم برادر. حرف بزنیم عزیزم. گوشم با توه. تعریف کن. داداش. بگو دیگه داداش. گفتم تا چیزی نشده بهت بگم. چی رو میخوای بگی؟ چی شده؟ یعنی چی؟ چیه؟ این اویکو رو میبینی؟ با دخترهای نرمال فرق داره. مشکل روانی داره. یعنی این مغزش یکم مشکل داره. دختر تو دیوونه ای مگه؟ چجور؟ من دیوونه ی روانیم. خب چرا اونجا وایستادی؟ بیا اینجا بشی. تو نوبتم. عزیز دلم آیاز جون اینطوری بهت بگم که دوتا دیوونه خیلی خوب با هم دیگه کنار میان. یعنی من به شخصه اینطوری فکر میکنم چون منم نرمال نیستم. گارسون 5 تا دیگه واسم بیار. داشتم میگفتم من موقع مسابقه انرژی مصرف میکنم نمیتونم غذا بخورم. اون اوکارو میبینی؟ خب؟ خیلی بد قدمه. قدمش نحسه. یعنی چی؟
پسر فکر میکنین چرا نیمه اول نتونستین گل بزنین؟ واقعا چرا نتونستین گل بزنین؟ خب به خاطر اویکو بود دیگه. نه بابا والا به خدا. بیا بیا، میدونی یکم قبل چی به من گفت؟ چی گفت؟ زبونم نمیچرخه ولی گفت انشالله ببازی. آره خب معلومه که میگه. ببین داداش محمود، به نظرم فرار کن، خودتو نجات بده. این راهی که میری اصلا خوب نیست. ببین 5 دقیقه مونده مسابقه شروع بشه، برای پیروزی فنرباغچه هم شده فرار کن. پول غذات هم من حساب میکنم. فنرباغچه همه چیز منه آخه، آدم چقدر میتونه نصب باشه؟ محمود داره میره، برو به سلامت داداش. در امان خودم. خدافظ. خیلی ممنون. خب فکر کنم دیگه قدرمو بدونی. آره خب از بدترم وجود داره. اونو ولش کن، من هیچی نتونستم بخورم. منم مثل آدم غذا نخوردم. ای کاش به جای اینکه با من کلنجر بری میخوردی. نه بابا ببین چی میگه. ساندویچ کوفته دوست داری؟ عاشقشم. پس بریم پولونو خود بخوریم. شوخی بود بابا شوخی. میشه حساب ما رو بیاری؟ باشه دیگه بهتره من برم. بذار من برم سویچ ماشینو بیارم. نه نه من قدم میزنم میرم، نشدم تاکسی میگیرم. نه جونم این وقت شب چه موقعی قدم زدنه؟ بذار حداقل واسه تاکسی بگیرم. باشه ممنون برای درکت. یه چیزی بپوشم میام. آخه رضا چرا تو هنوز به من زنگ میزنی ها؟ میگم نه چرا تو نمیفهمی؟ ول کن دیگه بیخیال من شو. ماها شده ما از هم جدا شدیم. تو مسی برو بابا، تو اول برو از زن جداشو بد حرف بزن. ببین تو زن تو انتخاب کردی فهمیدی؟ دیگه به من زنگ نزن. اوه خیلی ممنونم داداش رفت. نوش جونتون. ممنون. این خیلی خوبه ها. من که بهت گفتم اینجا بهترین کوفته استانبول رو داره. همچنین تازه تنها کوفته فروشی رومانتیک ترکیه است. آره انگار که همینطوره. وای خرگوشا رو نگاه کن چه بامزن. یکی به نیت شما بکشم؟ نه من به خاطر خرگوشو گفتم. پسرم یکی به نیت این آبجی بکش. از خرگوشو خوب مراقبت میکنید دیگه. اون جون منه، همه چیز منه، معلومه که خوب مراقبت میکنم ازش. بیا بگیر خوشتیب. یکی سفید یکی سیاه، دختر خوشگل پسر ولوله. میگن غیر ممکنه این را و فراموش کن. یه هم میبینی عشق اومد و غیر ممکنه ممکن شد. چطور بود؟ نیتش خوب بود مگه نه؟ خیلی قشنگ بود داداش، خیلی قشنگ. خب محمود اصلا اشتباه نمی کنه. کی کی؟ محمود. اسم خرگوش من محموده. اسم خرگوش محموده؟ آه من روش گذاشتم. خیلی ممنون داداش. شبتون بخیر. ما از دست این محمود نمیتونیم خلاص بشیم. امروز صبح هدفم در از خندوندن تو بود، یعنی طبق برنامه پیش نرفت اما فکر کنم موفق شدم. راستش من از اون قسمت آخر برنامه از همه بیشتر خوشم اومده بود. کشتی رو؟ اون بعدیش بستنی. اگه بخوای هنوزم میتونیم انجامش بدیم. اوه چه معده‌ای داری، هنوز ساندویچ کوفته تو تموم نکردی. چه اشتهایی داری نصف شبی. زیاده روی نکن، بعدش چاق میشی رو دستمون میمونی، نمیشه کاریت کرده. زندگی کوتاه آیاز خان، اول خوش میگذرونیم بعدش میشینیم واسه بعدش گریه میکنیم. وای
به من میگه چه معده‌ای داری؟ خجالت نمکشیدی همشو یه لقمه میکردی. والا به نظر خودم برنامه خیلی خوبی ریخته بودم. این بستنی خیلی فکر خوبی بود. آره خیلی ممنون، شب خیلی خوبی بود، هم برای بستنی هم برای ساندویچ کوفته. محمودا رو فرموشن. اونا هم بودن مگه نه؟ آره به خاطر محمودا هم ازت ممنونم. آیا زعوزی شبت بخیر شیطان نازدار. میبینمت. میبینمت. شبت بخیر. شب تو هم بخیر. قبل اینکه بپرسی بذار من بگم، با مته حرف زدم و دیگه همه چیزو میدونه. خبر بدم این که اصلا مشکلی پیش نیومد، یعنی نتونستی ما رو جدا کنی، خدا بد نده. من هدفم جدا کردن شما نبود چیما، فقط نمیتونستم طاقت بیارم که مته رو احمق فرض کنی. اما حالا که حرف زدی از نظر اون مهم نبود، برای منم مشکلی نداره. دقیقا همینطوره، هیچ وقتم نمیتونه مشکلی باشه، دیگه میتونی به زندگی خودت برگردی. ساز یتمی یار بیلی هم نرده چکم یار تنهالرندن انلمک استرسن یار الدن یار ازاکلاش کرکولرندن Söz yetmiyor böyle anlarda çıkamıyor tenha. Kahramanım şu lütfen bir necatem bedi. Anlamak ister sanıyor aldanıyor uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. همه چیز خیلی خوب میشه. همه چی خیلی خوب میشه. همه چی خیلی خوب میشه. بخور برات خوبه. اینا کثیفه. خودت کثیفی، باید بخوری. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.